من توی خونه های سازمانی هلال احمرم. نه مهد میرم نه آمادگی. تنها جایی که میرم بغل مامانمه برای شیر. گریه میکنم. یه خواهر دارم که بابام وقتی عراق توی جنگ بود آوردتش ایران. کسی رو نداشت. بهش میگیم آرزو. وقتی 2 سالم بود منو بغل کرد. من یادم نیست اما میدونم خواهر عراقی چند ماه بعدش پدرش رو پیدا میکنه و میره. کنار خواهر عراقی بابا یه توییتای قهوه‌ای هم میاره که هر وقت میشینیم توش مثل کشتی میمونه. من باید بشینم جلو. البته سرپا وای میستم چون قدم نمیرسه بیرون رو ببینم. آرم هلال احمر ماشین آزاده رو اذیت میکنه. خواهرم میگه آرمشو بکن. بابا میگه خوبه که هیچی نباشه پول عوارضی نمیدیم. سر همون توییتها مامانم با همسایه سازمانی پایینیمون دعوا میکنه. سر پوز دادن چنگ میخوره صورتش. مجبور میشیم خونه رو عوض کنیم. توییتا میره انبار هلال، پیکان بار میاد جاش. الان خونه داریم. سعدی شمالی. یه گربه دارم، اسمش لیلیه. از مهد کودک شکوفه که در میام منتظر میشینه جلو حیاط تا برسم بهش کالباس بدم. توی مهد بهمون نون خشک میدن، میگم بیسکویت مادره. یه نون خشکی میبینم، میگم این همه بیسکویت رو کجا میبری؟ میگه پول داری؟ میگم نه، اما خونمون یه عالمه از این بیسکویت ها داریم. حالا مامان معلم ادبیات دوم راهنمایی دخترانه، مهدم تعطیل میشه، دستمو میگیره چادر سرش میکنه، میره سمت مدرسه کوثر. توی کلاس یه عالمه دختر روی نیمکت 2 نفره نشستن. همشون بهم نگاه میکنن. خوشحال میشم، توی دلم کیف میکنم. آخه من پسر معلمم. زنگ تفریح برام کیک میخرن. یکی میاد سمتم میگه خانم مساکینی مامانته؟ میگم بله. ذوق میکنم. فردا میرم مهد کودک شکوفه، سری به حسین پاک نیت و سارا تعریف میکنم. سارا موهاش فره، صورتش هم کک داره، منم دوست داره، ذوق میکنم، ولی برام کیک نمیخره. میگم یه روز میبرمتون مدرسه واقعی با یه عالم دختر واقعی. سارا چپ چپ نگام میکنه. حسین پاک نیت میره رو سرسره سر میخوره. خشایار بدجنس میاد موهامو میکشه. جیغ میکشم، فوش میدم، ناراحت میشه. یه بار دیگه موهامو میکشه. جیش میکنم شلوارم. زمین کثیف میشه. برف میاد. ناراحت میشم. بابام هلال احمره. وقتی برف میاد همش میره تو جاده. مامانم وسواس داره، شبا میترسه. خونمون حیات داره، میگن دو زود میاد. یه انباری هم داره که توش یه پیرزن زندگی میکنه که فقط من دیدمش و همه میگن دروغ میگی. برای دولتی فرقی نمیکنه دروغ بگی یا راست. فقط میزننت. دولتی یعنی ظهر میری مدرسه، شب میای خونه. مامان دولتی دوست داره. میگه درست قوی میشه. گونه هام قوی شده. گونه چپ، گونه راست. سیلی، چک، سیلی. میگه یعنی چی؟ میگم یعنی دولتی. باز خونه عوض میشه. میرم شه بابا، میگم آقا نمیشه تو شغلتو عوض کنی؟ میگه میخوای پول عوارضی بدیم؟ میگم مگه خیلی مسافرت میریم؟ میگه خیلی نامردی. میگم پس لیلی چی؟ میگه خیلی نامردی. لیلی که نمیتونه با ما بیاد. میگه گربه جاش تو خونه نیست. میگم خیلی نامردی. اسباب کشی میکنیم. مجتمع فجر آمادگی رو تموم کردم. با دوستم سارا که با دهنش صدای عجیبی در میآورد و همیشه حسرتش به دلم میمونه خداحافظی میکنم، میرم مدرسه. از مدرسه برمیگردم به سمت خونه. مامان برام سیب زمینی با رب درست میکنه. لباسامو در میارم، بودو میرم کوچه با محمد رسولی و سرابی بازی کنم. هادی تفنگی بادی مامانش اجازه نمیده بیاد بیرون. مامان میگه بری بیرون کشتمت. نور آفتاب میزنه سیاهت میکنه. آخه من سفیدترین فرد فامیلم. با خودم میگم بعد کارتون فوتبالیستا کاکرو منم. تو بازی محکم میزنم پای کوروشو ناقص میکنم. عصر آقای عطایی پیر صدام میکنه، میگه هر وقت میای بیرون میفهمم اومدی، انقدر که جیغ میزنی. پیشونیمو میبوسه،
منتظر میشیم شب بشه تا دختران با ما قایموشک بازی کنن. شب میشه، قایم میشیم. من وسط بازی داد میزنم دخترا بادکنکن. بعد ناهید میفته دنبالم کتکم میزنه. اون وقت انقدر ازش خوشم میومد که هر وقت کتک میخوردم حس میکردم قرار با هم ازدواج کنیم. مامان وسواس داره، به من میگه قند عسل. امروز 8 بار حموم کردم. بار اول تنم خیس بود، خورد به دیوار. گفت یه بار دیگه. من بچم مامان، میخوام برم بیرون با بچه ها و علل خصوص ناهید بازی کنم. دوباره حموم میکنم. انگشتام انقدر آب خورده چروک شده. دوباره حموم میکنم. خواهرم آزاده بیرون در گریه میکنه. میگه به بابا میگم اذیتش میکنی. مامانم فوش میده. میگم مامان تنم کثیفه؟ میگه نه قند عسل. بابا پیکانش بوغش خرابه. خواهرم میگه پیکان بده. بابام میگه مامانت بده. من میگم میشه یه بار دیگه دوش بگیرم؟ مامان انقدر خودش دوش گرفت که آب شد، مهاجرت کرد. حالا پیرم مشکی پوشیدم میرم 4 ابتدایی. اول مهر من میشه 20 آبان. بابام بعد مهاجرت مامان گفت مدرسه فقط غیر دولتی. گفتم پس سیلی چک سیلی چی میشه؟ گفت خیلی نامردی. مدرسه غیر انتفاعی گنج دانش، ردیف آخر صف وای میستم. رامتین موهاش بوره، میگه قد من بلندتره، برو جلو. هیچی نمیگم، حرف بد میزنه، دستش میشکنه. دستمو گاز میگیرم که بگم اونم زده. احدیان مدیر مدرسه 3 روز اخراجم میکنه. قبل بابام میرم خونه، مامان بوجه که رضا صادقی گوش میده. توی کموت قایم میشم، میترسم. صدای بابام میاد که سراغ منو میگیره. در کموت باز شد، هیچی نمیگه. عصبانی شدم، میگم حق رامتین بود. بغلم میکنه، عصبانی میشم. میگه پیرم مشکی نپوش دیگه. مامان بزرگم ترکی بلند میگه رضا سن نقلون ماه دو ماه. دستم درد میکنه، میرم توی کموت. منتظرم بابام در رو باز کنه. مامان بزرگم میگه رضا پسرت ماه ما. دستم رو میذارم لای پنجره، پنجره رو محکم میبندم، میشکنه. رامتین حالا نوبت توی که دستتو گاز بگیری. شورتام کثیف، لباسام پاره. مامان بزرگ رضا صادقی خسته میشه، میره خونه خودش. مامان جدید مهاجرت میکنه خونمون، اسمش میشه آرزو. انگار خواهر عراقی برگشته. بعد برگشت عراقی فندک جیبم میذارم، همه جا را آتیش میزنم. یه بار توی انباری نیما اینا کبریت انداختم، سوخت. نمیدونم توش چی بود، هر چی بود دود میکرد. هر روز با مانی میریم همه جا را آتیش میزنیم. وقتی یه جا میسوزه حالم خوب میشه. عمم بهم میگه آتیش پاره. آرزو میگه خدا به خیر کنه. توی باغ آتیش روشن کردم، از توش صدای آهنگ اومد. برای همه تعریف کردم، هیچ کس باورش نشد. از دوستام خدافظی نمی کنم، میرم جلو در عطای پیر، در میزنم، باز میکنه. 4 دقیقه بلند جیغ میکشم. حالش بد میشه. میگه این چی بود؟ میگم چند وقتی نیستم، جبران مافات بود. چشماش پر میشه، پیشونیمو میبوسه، میگه به درک. اسباب کشی میکنیم. صدای نازکی دارم. خونه تلفن زنگ میخوره، برمیدارم، همه فکر میکنن خواهرم هستم. خالم زنگ میزنه، میگه دختر گلم، گوشی رو میدی بابا؟ میگم من دختر گل شما؟ میگه عزیزم چرا این حرفو میزنی آخه؟ میگم چون من پسر گل شما. دوستای خواهرم زنگ میزنن، با هم راجع به دوست پسراشون و عادت ماهیانشون صحبت میکنن. آخرشم میفهمم برادرشم قطع میکنن. با همه دعوا دارم، حق دارم. دخترم من میگه عکس محمود رامتین رپر معروفو نشونه که دوستام دادم. میگم خب، میگه خیلی ازت خوشش میاد. من محمود نیستم. دوستش سر زنگ زد. بله، گوشی رو بده محمود. خودمم دیگه زنگ نزد. بعد سحر با هیچ کس صحبت نکردم. سن بلوغ تموم میشه، صدام شبیه بابامه. خالم دوباره زنگ میزنه، بر میدارم. میگه سلام آرزا.
همونو مستقیم میرم توی حموم، جیغ میکشم خون بالا میارم، جیغ میکشم خون بالا میارم، جیغ میکشم عطایی سکته میکنه، زنگ میزنم با صدای خونی و مالی به سحر، میگم ببین حالا شناختی؟ میگه محمود رامتین تویی؟ بابا میگه خونه رو باید عوض کنیم. چیزی نمیگم. میگه چی؟ میگم آقا من که چیزی نمیگم. میگه دیگه لباس مشکی نپوش. اسباب کشی میکنیم. یه موتور میخرم اسمش همایونه. همایون گازیه. همایون خیلی رفیق خوبیه. همایون میتونه فقط 80 تا سرعت بره ولی من باهاش 80,000 کیلومتر رفتم. یه بار که خیلی خسته بود رفت توی آسفالت خونی شدم. سوارش شدم گفتم ببین من دیگه نمیتونم باهات کنار بیام. همه دستت خستن. میرم خونه بابام میگه بده بره. خواهرم بهت میگه هما، فکر میکنه دختری. عراقی هم که آخرین بار گفت برو بمیر. همه خستن، تو هم بیشتر از 80 تا نمیری. من میخوام با 1000 تا سرعت برم. من خیلی وقت دارم ولی تو وقتمو میگیری. فرستادمش بره. آخرین بار فهمیدم میخوام موتورشو در بیارن. رفتم پیشش، نگاش کردم، گفتم همایون. یه چراغ زد، دستشو گذاشت روی بوق، دیگم بر نداشت. اسباب کشی میکنی. خونه خالیه، دلم تنگ میشه. به عراقی میگم کاش دوستم هم مسعود با ما بیاد. خواهرم میخنده. به مسعود میگم کاش تنگی نفس نداشتی. میگه عوض منم بدو. رفتیم این خونه حیات نداره، انباری نداره. خوشحال میشم. به بابا میگم هنوز از انباری میترسم. همه انباری یه پیرزن داره، شبیه دوست مامان بزرگ فهیمه خانم. میگه پس به خاطر همین یه بار انباری آتیش زدی؟ ما 5 تا خونه عوض کردیم. مدرسه تموم شده. میخوام بیام تهران. پسر عبدال با ماشین چپ میکنه، سینا میمیره. بابا میگه نرو تهران. میگم بابا من که ماشین ندارم. ترمینال زنجان سوار اتوبوس میشم. بهم زنگ میزنه. پیدام کرد. مسعوده. صداش گرفته. میگه خواستم ببینم هنوز لباس مشکی میپوشی؟ میگم خوب نشدی؟ میگه ریام عفونت کرده. بیتاب میشم، قطع میکنم، از اتوبوس پیاده میشم. میدونم تا تهران، تا بولوار کشاورز، تا بیمارستان ساسان، تا اتاق بیمار برسم نفسم میگیره، ریه‌هام عفونت میکنه. مسعود، به سینا سلام برسون. اسباب کشی میکنم تهران. نواب خونه میگیرم، پنجره رو به دیواره. از بالای دیوار هواپیما رد میشه، میشمارم. مرتضی خوبه ولی دوستش گلیه. گل میکشم بار اول. میرم همون خودم میشورم 8 بار. انگار مغزم کثیف شده. دیگه نمیکشم. مرتضی هم خونمه. میرسه خونه با شورت میشینه، تابستونه، پسر خوبیه، دوستش گلیه. یه بار دیگه گل میکشم. میرم توی خونه های سازمانی هلال احمر بغل مامان. خواهر عراقی تویتا میرونه، لیلی دهن باز میکنه، میرم توش کاکرو میام بیرون میزنم، دست رامتین میشکنه. توی کمد میرم، سحر در باز میکنه میگه سلام محمود رامتین. مامان بزرگم میگه رضا your son like his moon moon. عطایی با شلوارک میده دور خونه جیغ میکشه. میگم چقدر تو شلوغ میکنی، بیا پیشونی تو ببوسم. مانی با فندکش خونه رو آتیش میزنه، خواهرم میسوزه. صدای آهنگ میشنوم. به بابام میگم میشنوی؟ میگه خیلی مردی. مامان سوار همایون برمیگرده، میگه مهاجرت تموم شد، دیگه خونه عوض نمیکنیم. مسعود قهرمان دو میشه، از خونه های سازمانی هلال احمر میام بیرون. میگم مرتضی این گل نمیره بیرون. مرتضی پسر خوبیه، با شورت میشینه، تابستونه، سمند سفید داره، دوستاش گلین. میرم روانشناس. میگه قرص میخوای؟ بخورم خوب میشم؟ میگه نه فقط مثل قبلت میشی. قرص میخورم.
میرم خونه سیب زمینی با رب درست میکنم. مرتضی میگه نمیخورم. میگم ببین تو پسر خوبی هستی. تابستونه با شورت میشینی، سمند سفید داری، مشروب نمیخوری، ولی دوستات گلی هم. ناراحت میشه با سمند میره زنجان. میگم وایسا منم باهات بیام. میرم پیش مادر بزرگ. میگه گزورپلار. چشم زدن. میگم قرص میخورم. میگه ای جوانی یادش بخیر. یه تخم مرغ میاره، اسم همه رو مینویسه، سکه میذاره روش، اسما رو میخونه، با هر اسم یکم سکه رو فشار میده. آرزو، کوروش، رسولی، هادی، مرتضی، سارا، حسین پاکنیت، ناهید، سحر، رامتین، طلعت، فهیمه، مانی، عطایی، سینا، مسعود، رضا، آزاده، محمود رامتین، رضا صادقی، احدیان، سرابی، خودم میشکنه. میگه اغلوم özünden gözleş, gözünden gözleş. خودم چش زدم. میگم من لعن آرماسم. اسباب کشی میکنم خیابون طالخانی. قرص میخورم. خونم بزرگ، دلباز، 8 پنجره، قرص میخورم. هیچ هواپیمایی هم رد نمیشه. قرص میخورم. از توی پنجرم آیت الله طالقانی معلومه. میبینمش، قرص میخورم. بابام زنگ میزنه. میگه بازنشسته شدم. میگم چه خوب. میگه هنوز لباس مشکی میپوشی؟ بله. میگه مامانم مهاجرت کرد. میگم یعنی مادر بزرگ؟ میگه آره. رضا صادقی هم ممنوع کار شد. میگم مگه گوش میکردی؟ میگه خیلی نامردی. قرص میخورم. یه دختر میبینم، صورتش کک داره، موهاش فر. میگم ببین اسم چیه؟ میگه سارا. سارا میتونی با دهنت یه صدای عجیب در بیاری؟ قهر میکنه، میره. سری هنسفیری میذارم، رفتنشو با آهنگ نگاه میکنم. وای میستم. مهر، آبان، دی، بهمن، اسفند، عید نوروز پیام میدم، عیدت مبارک. میگه ممنون. دلم میشکنه. وای میستم. اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، پیام میدم تولدم مبارک. دو تا نقطه پرانتز میفرسته. میگم این چیه؟ میگه هیچی. میگم حسین پاکینت هم نمیشناسی؟ خشایار موهامو میکشید یادته؟ میگه دنبال کی میگردی؟ میگم سارا توی دیگه. بالای صفحه می نویسه به مدت طولانی نگاه نخواهد کرد. بهش پیام صوتی میدم، نگاه نمی کنه. بهش زنگ می زنم، اشغاله. شماره حسین پاکنیت رو پیدا می کنم. میگم حسین، سارا یادته؟ میگه شما؟ همونی که خشایار موهاشو می کشید؟ نمی شناسه. میگم مگه تو توی مهد نون خشکو به جای بیسکویت نمی خوردی؟ میگه چرا، هنوزم می خورم. میگم پس من همونیم که می شاشید شلوارش. میگه آها، الان یادم اومد. هنوزم چیش میکنی؟ مگه تو هنوز بیسکویت نمیخوری؟ قطع میکنم، زنگ نمیزنم. هنسفری میذارم، قرص میخورم. در خونم زده میشه. سارا اومده. صورتش خیلی کک داره. میگه ببخشید جواب ندادم. میرم روی مبل، میپرم از این ور به اون ور. میگم من پر از هیجان و لذت و اشتیاق هستم. میگه تو پر از لذت و هیجان و اشتیاق هستی. میگم بیا بریم یه جایی. میگه کجایی؟ من الان توی باغ هستم. تو کجایی؟ میگه کنارت. آتیش روشن میکنم، از توی صدای آهنگ میاد، میشنوه، باورش میشه. میبرمش زنجان توی انباری سعد شمالی. میگه خیلی ترسناکه. میگم نه، بیا ببین، یه پیرزن نشسته نمیزنه. چه صدایی. میبینه، باور میکنه. پیرزن میگه رضا سن اغلون ماه ده ماه. پیرزن نمیزنه، صورتش کک داره. میگه بیا بریم. میگم کجا؟ میگه فرودگاه. سوار هواپیما میشیم، آرم هلال احمر داره روش. میریم عراق. از پایین خونه نوابمو نشونش میدم. میگم ببین، ما الان داریم از بالای پنجره دیوار خونه من رد میشیم. با دهنش صدای عجیب در میاره. ککای صورتش رو میشمارم. میگم 10 20 30 40 50 60. خایم شده. میگم کجایی؟ از تو هواپیما پیجش میکنم. با پیجر میگم دخترها آباد کنکن، دست بزنی میترکن. میاد بیرون، از دور نگام میکنه. میگم میخوای کتک بزنی؟ میگه میدونستی توی هواپیما نمیشه بالا بلندی بازی کرد؟ میگم چرا؟ چون بالایی نداره. میگه تو از دویدن بدت میاد؟ قایم میشم.
میگه کجایی؟ میگم تهران، دارم با هنسفری به رفتنت فکر میکنم. اسباب کشی نمی کنم. وسایل خونم سر جاش، کوله پشتی می بندم، میرم فرودگاه. وسایلم از گیت رد میشه، بوق میزنه. مسئول گیت میگه چی توشه؟ میگم هیچی. میگه خودتو میگم. میگم هیچی، بچگی. میگه نمیتونی بری. میگم ببین، یکی از این هواپیماهایی که بالای سر من رد میشه میتونست برای من باشه. توی ذهنم خداحافظی میکنم، رضا رو با چمدونم بغل میکنم. مسئول گیت میگه چی توشه؟ میگم جیغ بچگی. میگه نمیتونی بری. عصبانی میشم، توی فرودگاه میدوام جیغ میکشم. مسئول گیت میگه حالا چی توشه؟ میگم هیچی. میگه با دهنت صدای عجیب در بیار تا بذارم بری. میگم سارا کجایی؟ جواب نمیاد. میدوام همینجوری میدوام. عصبانی میشم، میدوام تا جهان کودک، تا تجریش، تا شوش، تا چهارراه ولیعصر، تا ونک، تا کشتارگاه. میدوام تا میدون فردوسی. به میدون انقلاب میرسم، حسین پاکینتو میبینم داره میدوه، منم میدوام. سرابی محمد رسولی توی دود بهبودی میدوان. میگم بچه‌ها ندوید، نور آفتاب میزنه سیاهتون میکنه. منم میدوام مثل هادی تفنگ بادی، تا توپخونه، تا بازار. میدوام توی فاطمی مانی با فندک سطر آشغال آتیش میزنه، دست رامتین میشکنه. مامانم وسواس داره، میترسه. همه یه صدا میگن نترسید. بدون وایستادن میدوام از ایستگاه غریب به میدون آزادی میرسم. آزاده میگه به مسعود دوستت بگون ندوه، ریه هامونو فونت میکنه. سحر توی چشمم با سیگار دود میکنه، میگه بدو محمود رامتین. منم میدوام تا کارگر، تا بولوار کشاورز. ناهید هنوز میدوه اما قایم نمیشه. ناهید وقتی میدوی میتونی با دهنت صدای عجیب در بیاری؟ میگه بدو من خستم. میگم میخوای کاکه رو بشم بزنم دست همه کسایی که بهت میخوره بشکنه؟ ناهید مهربونه، ناهید غرق خونه، ولی ناهید صورتش کک نداره. از صدا میترسم، جیش میکنم شلوارم، برف بیاد. بابام هلال احمره، کمک میاره. دوباره جیش میکنم، تک و تنها دنبال سارا میدوام. لای آدم ها شعر میخونم. سارای من زیر درخت آلبالو گم شده، تاب تاب عباسی خدا من رو نندازی. آدم ها داد میزنن مهسای ما زیر درخت آلبالو خونیه، تاب تاب کجاییم، چرا ما رو میندازیم. دوباره لای آدم ها وول میخورم، عصبانی شعر میخونم. تاب تاب افتادم، مامان کجایی. آدم ها جیغ میزنن، تاب تاب افتادیم. تاب تاب بلنشید و بلنشید و بلنشید و بلنشید. تاب تاب بزرگی، چقدر سیاهی. من از خونه های سازمانی هلال احمر تا خیابون طالقانی دویدم. من از سفیدترین فرد فامیل تا نور آفتاب دویدم. من از حیات مدرسه تا کمد مادر بزرگ دویدم. من از قایم موشک تا ناهید، تا گرگم به هوا، تا صدای جیغ بچگی دویدم. من از زنجان تا بیمارستان ساسان دویدم. من از ککای صورت تو تا عراق دویدم. به پنجره رسیدم، باد بود، نسیم بود، هوا بود. دویدم. به خودم رسیدم، شاد شدم. دویدم.